بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی علی آله محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. شب 23 هست، شب اصلی در شب قدر. من معمولا شبهای قدر یه فرازی رو راجع به خود شب قدر و اتفاقی که در شب قدر می افتد و ما چه کار می توانیم بکنیم، این رو یه توضیح ابتدایی خدمت عزیزان عرض می کنیم. ببینید، توضیح 5 دقیقه 10 دقیقه رو گوش بدید. کل عالم چینشش از بالا به سمت پایین از یک حالت نقطه‌ای هست به سمت گشودگی و به سمت باز شدن. عالم از اون ذات که شروع میشه تا همینجوری مراتب هستی رو میاد پایین میاد پایین، هی باز میشود. به عبارتی آقایون میفرمایند یسیر المجمل و مفصلا، اون چیزی که مجمل است مفصل میشود. این یعنی چی؟ من در قالب یک مثال بگم، بعد این تعابیر سوره مبارکه دخان رو عرض بکنم خدمتتون. شما یک قطره جوهر رو حساب بکنید، یک قطره جوهر شما 3 سطر ممکنه با این قطره جوهر بشود نوشت. خب انواع اقسام 3 سطرهایی رو میشه نوشت. این که انه همه بسته شده، محکم شده، تفصیل یافته نیست، همش بسته شده در چی؟ در اون یه قطره. وقتی که میخواد با قلم اعلا، نون و القلم و ما یسترون، اون سطرها نوشته بشود. این نه این قلمه تو این چیز که خدا بهش قسم بخوره، نه اون سطور، این سطورهایی که ما رو کاغذ بنویسیمه. حالا اومد یه نفر چرت و پرت نوشت، این که بهش قسم نمیخورن که اون قلم اعلاست که باهاش مینویسن، بر رق منشور، بر اون پرده باز، اونی که مینویسن اون قابل قسم خوردنه. انواع اقسام اینها رو میشه نوشت. ببینید سوره مبارکه دخان همین جوریه که میواد انا انزلنا فی لیلت مبارکت، ما در لیله مبارکه، که حالا بحثش مفصله، لیله روزه، لیله روشنه، غیر لیله. لیل در قرآن همیشه تاریکه، لیله روشنه. فی لیلت مبارکت، در لیله مبارکتی، مبارکه این قرآن نازل میشود. انا کنا منذرین یفرقو، ببینید یفرقو، فیها کل امر حکیم، اون امر محکم و بسته شده باز میشه. تو اول سوره هود داره کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت، اول محکم بعد تفصیل داده میشه. همون چیزی که محکم است، محکم شده، تفصیل داده میشه بعد. این اتفاقی است که در شب قدر میفته و صاحب این سفره امام زمان است که شاهد نزول الان در رصد قرآن حضرت، که این رو باید رصد بکنه
و بعد حضرت صدیقه طاهره که نفس کلی عالم است اینو بست بده. اینم برای خودش یه بحثی داره که بست ها در مؤنث انجام میشه، برای همین است که یک نطفه ای رو که همه تراتیب وجودی درش وجود داره میبینید که در وجود زن باز میشه و تبدیل میشه به همه تفاصیل، یعنی دست میشه، پا میشه، معده میشه اینا. اینجا الان شب در حقیقت حضرت حجته و شب صدیقه طاهر است. اینا دارن اون امر محکم رو باز میکنن، اون امر محکم رو باز میکنن. ما هم کاری هستیم در این که بالاخره به استعدادی که ما داریم میاریم اون قطره چه سطوری نوشته میشه برش، اون استعداد ماست. ما چقدر استعداد داریم، زبان استعداد ما هر مقداری که باشه خدا توی کاسمون میریزه، منتها به زبان استعداد نه به زبان قال. زبان قال خوب است برای اینکه تولید زبان استعداد بکنه، زبان قال خوب است برای اینکه تولید زبان استعداد. یعنی چی؟ آقا شما این یه لیوان آب رو، یه لیوان رو که 250 سیسی مثلا زیر شیر بگیری 250 سیسی پر میشه، زیر آبشار هم بگیری 250 سیسی پر میشه. زبان استعدادش اینه. اگر در قرآن داره و آتاکم من کل ما سألتمو، شما هر چی بخواید بهتون میدیم. این هر چی به زبان استعداد، یعنی هر چی استعداد بردارید بیارید. الان آخرین تلاش های استعدادیه برای شب قدر، برای امسال آخرین تلاش های استعداد و ایجاد استعداد در اینی که دلی روشن بشود، دلی احیا باشد درش. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. این ور اون ورم نرید آقا، خدا پیش ماست، خدا در درون ماست. الکی یا الله نگید انگار مثلا یه خدای دور پیدا کرد. یا الله، خدا رو تو خودتون پیدا بکنید. اینی که قرآن میگه لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو تواب و رحیم یافت، میابد یه نفر خدا. چرا؟ چون در درون خودشه. یه داستانی داره مثنوی، داستان زیباییست. میگه طرف گفتش که هی من گنج میخوام، من گنج میخوام. خواب دید گفتن برو بالا فلان تپه، خلاصه تیرو بنداز اونجایی که هست اونجا رو بکن گنجه. رفت بالا تپه و خوشحال و خرسند، یه دونه کمانم با خودش برد. رفت و گفتش این چه خوابی بود، من کدوم علی بندازم. گرفت کشید اون طرف انداخت، رفت سوراخ کرد، دید گنج نبود. رفت اون طرف، این طرف یه دشتی رو سوراخ کرد. بعد گفت خدایا چه آدرسی بودیم شد آدرس. تو خواب بهش گفتن ما گفتیم تیر بنداز. ما کی گفتیم تیر بنداز؟ تو کمون بنداز، بکش بنداز. گفتیم تیر رو بردارون بالا بنداز. گنج زیر پات بود، گنج زیر پای. بعد مولوی شروع میکنه اینجا، یا آقا اینقدر با این فکر هی ننداز تیر اون ور که خدا اون ور، خدا همینجاست. چقدر باید بگه فنی قریب فنی قریب، من نزدیکم، من از رگ گردن نزدیکترم. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین خودت و خودتم، بین شخص و شخص من هستم. پیدا کردن خدا، اگر تونستیم امشبی خدا رو پیدا بکنیم تو خودمون، هر چقدر طهارت بیشتر، امشب شب طهارته. میدونید که چون که اساساً قرآن لایم از سهو الا المطهرونه و داره قرآن نازل میشه الان، الان قرآن در فرودگاه قلب امام زمان داره نازل میشه و امام زمان مشغول این فروده الان. البته ما امام زمان رو کم اذیت نکردیم، امروز شیشتونگ و امشب شیشتونگ رو دعواست رو بدید به امام زمان. ما امام زمان اذیت میکنیم. امام موسی بن جعفر میفرمان که ما قرار بود بر این شیعه تنبل بیخاصیت عذاب نازل بشه،
فوقیتهم به نفسی، من رفتم زیر بارش، من رفتم زیر عذابی که قرار بود به شیعه نازل بشه. اینا اب شفیقن، اینا پدر مهربانن. شما الان مصیبتی که بر اسماعیل اومد این امتحان ابراهیم بود که بچه تو سرش بور. مصیبت مال اسماعیله ولی امتحان مال ابراهیمه. الان شما جیگرت پرپر میشه وقتی یه جای بمبگذاری میکنن میبینی یه دختر بچه همینجوری مثلا پرپر شده جیگرت رو ببین. امام زمان 1400 سال جیگرش داره پرپر میشه. اب شفیق، اب شفیق، ببین چه میکنیم ما با امام زمان. جا دارد عذرخواهی بکنیم از امام زمان. هر کی امشب پس فهمیدید چی شد، از اون بالا میخواد مفصل بشه، شبه هم نکنید که چجور الان مفصل میشه اون طرف دنیا که نمیدونم چی چیه روزه نمیدونم فلان. همون جوری که نماز صبح بر کره ارض فضیلتش منتشر میشه همین جوری، شب قدر هم همین جوری فضیلتش بر عالم منتشر میشود. یعنی هر جایی که شب میشود شب قدر میشه اون فضیلت اتفاق میفته. روشن فکر بازی هم در نه، این یه شبیه در محرم زون هم هست، تقریبا شب 23 هست، همین الانه. چی میخواد؟ طهارت. چی میخواد؟ عبودیت. اصلا آقای قاضی این ذکری که میگن در شب 23 بگید، حالا اگه وقت کردید رفتید خونه حتما اینو بگید، در سجده کسی گفته بود، گفت من نزول قرآن دیدم که 225 دفعه در سجده بگید یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار، مبالغه 5 بار مبالغه در طهارته. یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار، مبالغه در طهارته. یعنی هی طهارت طهارت طهارت، هر کی طهارتش بیشتر امروز میگیره، امشب میگیره. هر کی پاکتر سالمتر قلب سلیمتر، قلبی که گفتن قلب سلیم پاک طاهر، قلبیست که دیگه غیر خدا رو دیگه حالا این هست خدا هم هست، حالا اینم بالاخره باید دمش رو ببینیم و اینا نیست، اینجوری نیست. حالا هر کی سالمتر تو این حوزه بگه همونی که خدا گفته، این میشه عبدتر. بذارید من یه مثال بزنم. ببینید الان عالم به کی میگن؟ عالم، عالم به کسی میگن که عبد قواعد علمه، به این میگن عالم، درسته؟ اگر بگن که آقا هسته اتم اینجوریه اونجوریه اینجوریه فلان اینا، یه توضیحاتی بدن. عالم کیست؟ عالم کسیست که عبد این قواعد قرار میگیره، عالم اینه. اگر یه کسی بگه آقا من شکافته هسته ای رو یه دونه درل برمیدارم میذارم نوک هسته همینجور یه فشار میدم، یه دیوونه از این، اصلا عالم نیست. چرا؟ چون که عبد قواعد علم نیست. خب عالم کیه؟ کسی که عبد قواعد علمیه. کی بزرگه تو این عالم؟ عبد قواعد خداست. هر کی عبدتره، یعنی اصلا این اختیار رو به تعبیر قرآن اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، گو آقا درست اختیار دادی دست شما درد نکنه، نخواهیم باید کیو ببینیم الان، هر چی که گفتن ما همون کارو میکنیم. این میشه عبد. بعد حالا اختیار ببینید چه جوری میشه. هر کی عبدتر بشه چون بالاتر میره، او خودش رو هی قیود خودش رو داره میزنه، چون که قیود خودش رو میزنه تبدیل میشه به کسی که امام زمان در وجود او مشیت میکند. سخت صحبت نکنم، بذارید بگم با مثال باز دوباره جاش بندازم، حرف مهمیه. ببینید الان قوه شما، قوه خیال شما برای وجود شما همین جوریه، مثل ملک عمل میکنه. لا یعصون الله ما امرهم، شما اگه یه چیز بخواید خیال کنید قوه خیال شما که چیز نمیکنه، مقاومت نمیکنه که، سری عبد دیگه. تا شما
بخواد یه آدم خیال بکنید، یه دونه آدم در میاد تو ذهنتون. خب هر کسی خودش رو وقف امام زمان کرد، گفت اصلا من کاری ندارم توی عالم، من کار ندارم، ول مصارعین الیه فی قضاء حوائجه. شما آقا چی کار داری؟ من کلن چی کار داری؟ من برام همون کار رو انجام بدم. خب این رفته رفته اینجوری میشه که میشه قوه امام زمان. اگر بشه قوه امام زمان، امام زمان مشیت میکنه در این، یعنی میشه ظرف مشیت امام زمان. بعد این فکر میکنه خودش داره مشیت میکنه، ولی خودش مشیت نمیکنه، امام زمان داره در مشیت میکنه، امام زمان شاعه میکنه. این چون عبد شده دیگه، اینی که عبد شده از خودش مشیت نمیکنه، یه کسی در او مشیت میکنه. اینا همش مستند روایی داره، به این میگم فرج شخصی. اصطلاحا دوچار فرج میشه، چرا فرج شخصی میشه؟ یعنی امام زمان به اون میگه تو چی کار رو کن. آقای جاودان خدا شفا بده انشالله، ایشون میگفتش که هستن کسایی که امام زمان همه کاراشون رو بهشون میگه چی کار بکنن. یعنی نه اینکه میاد در گوشش میگه، اصلا اون انشاء شاعی که میخواد بکنه، خواستی که میخواد، اصلا خودش نیست، اصلا یه کسی در او بلنگو شده دیگه. عبد یعنی این که من حرفی دیگه ندارم، من حرفی برای زدن ندارم، هر چی هست به تعبیر روایت کن تو سمعه الذی یسمع به. تیریبون افتاده دست امام زمان، هر کی بیشتر، بالاتر، طاهرتر، با ظرفیت‌تر، عبدتر، او دیگه و هر چی بی همه چیزتر، گفتش ما نمیخوایم، هر چی که گفتن من همون کارو انجام میدم. برای همین است در روایت دارد که هر کی هر مقدار دستور امیرالمؤمنین رو بگیره انجام بده، چون داره تبدیل به ذریه امیرالمؤمنین میشه، او این عمل باعث میشه امیرالمؤمنین رو ببینه، در اون طرف امیرالمؤمنین میبینه. چون این چی بود؟ این که خودش نبود، این امیرالمؤمنین بود، داشت هرچی امیرالمؤمنین انشا میکرد میگفت چشم، اصلا چشم نمیگفت. قوه خیال شما که چشم نمیگه، که اصلا همینجوری اتوماتیک انجام میده همون کاری که باید انجام بده. این میشه طهارت، این میشه طهارت. آقا یه قصدی بکنیم، یکی از چیزهایی که به شدت طهارت ایجاد میکنه در طول سال این رو داشته باشیم، یه نوع عشق بازی خاصیه، بیداری سحره. و امیرالمؤمنین طرف میگه که من نمیتونم بیدارشم، میگن قد قیدت که ذنوبک، گناها بندت کرده. آقا به ما بگن شما نخواب یه شب، نخواب به مثلا 10 میلیون پول میدن، مثلا شما نه اینکه نخواب کلنا، مثلا فرض کن یه ساعت زودتر بیدار شد 10 میلیون پول میدن، بیدار میشیم یا نه؟ خب بیدار میشیم دیگه. پیغمبر میفرمان رکعتان فی جوف اللیل، دو رکعت تو جوف اللیل برای من افضل من دنیا و ما فیها. ما حالیمون نیست، خدا حفظ کنه. یکی از اساتید ما میگفت جوون که بودیم خدمت آقای بهجت میرسیم تو اون صحنه که میشستن، ما هم اون 5 سالی که قوم بودیم میشستیم به حسب دعا ایشون یه چیزی هم گیر ما بیاد. و ما نشسته بودیم، رفتم جلو، جوون بودم، گفتم که آقا این نماز شب یه کاهلی ما توش داریم. گفت ایشون برگشت، من این صحنه رو دیدم خودم، این صحنه که آقای بهجت یک چشمای بسیار نافذ داشت، اگه واقعا تند نگاه میکرد زهره ترک میکرد طرف. و بعدش تند به من نگاه کرد، گفت من اگه جای علمای قدیم بودم حتما فلکت کرده بودم. این همه روایت بس نیست، این همه آیه بس نیست، که اصلا در روایت دارد که این فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، ذیل این آیه که هیچ کی نمیدونه نور چشمی چیه تو این طرف. گفتن خدا ثواب هر چیز رو گفته،
الا اینو، بیداری سحر رو صاحبشو نگفته، چون گفتنی نیست، گفته دیگه نگم، بذار نگم دیگه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. حالا بخوام راجع به این صحبت کنم، خیلی زیاده، حالتهای فنایی میده، حالتهای قیامتی میده، دلیلم داره، دلیل قرآنی داره. کسی که مداومت میکنن، اقتضاءشون برای اینی که خب چیز زیاد بگیرن، عبد بشن، به لقاء الله برسن، برای همین است که گفتم برای نماز شب یه آیه آخر سوره کهف رو بخونیم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. چون لقاء ایجاد میشه، حالتهای لقائی ایجاد میشه، حالتهای شهودی ایجاد میشه. اینا شب قدر و تمام تمرکزهایی که موعد بکنیم، اما به امید. امید اینجوری نگم یا بگید که خب ما که صفر الیدیم، که صفر الکفیم، که خودمون هم صفر الکفیم، اخوکم اسلوک. الان ببینید یه تکنیک آقا، اینا انا اندازن عبدی المؤمن بی، در روایت هست که من در نزد گمان بنده مؤمنم نشستم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگه راجع من خوب فکر میکنه من خوبم، آقا الان خوبه، خدا الان اون خدا خوبه سا امشب کم نذاری. در روایت دارد که آخر عبد یؤمر بهی الانار، آخرین بنده ای که داره میره جهنم، دارد که عقب عقب میره، اینجوری هی عقب و نگاه میکنم، میگه وایس ببینم چرا عقب عقب میری، میگه فکر نمیکردم من رو به جهنم، این همه دعا فکر نمیکردم. خدا میگه یا ملائکتی و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، به عزت و جلالم قسم، به علوم قسم، این داره دروغ میگه. ولی عجیز له کذب، این دروغ ازش قبول کنه. خدا شب 23 فکر کن ما داریم دروغ میگیم، تهش اینه دیگه، تهش اینه دیگه، فکر کن ما داریم دروغ میگیم، فکر کن ما رو حضرت زهرا نیورده اینجا، فکر کن مادر بچه شیرده اینجا نیست الان، خب تهش داریم دروغ میگیم که به خدا دروغ نمیگیم، تو بنبست گیر افتادیم. خودت با محبت ما رو بیدار کن، با محبت ما رو بیدار کن. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اون موقعی که با محبت منو بیدار، دست بکش با محبت منو بیدار، تندم ما رو بیدار نکن، خیلی قشنگ با محبت ما رو بیدار کن، نذار اینجوری ادامه پیدا بکنه، اینجوریش خیلی بده. با امید، الان زمان زمان امیده، خدا رو تو رو درواسی اسماءش بذارید. میدونید که اسماء خودشون خلاصه اینا با هم دیگه چیزایی هم دارن، سر و سری هم دارن. مثلا اسم عدل تو صحیفه سجادیه هست، و من کل عدل که مهربی، خدا از هرچی عدل من الان فرار میکنم، الان وقت عدلت با من نیست، من از عدل فرار میکنم، میرم سراغ فضل، من الان اسم فضله. خدا آقا همه در حق هم دیگه ببخشید، هم دیگه الان زمان بخششه، زمان خدا حفظ بکن. حضرت آیت الله جاودان این میفرمودن ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، این ببخشید، دوست ندارید خدا ببخشه، شون میگفت شب قدر شبیه که اگه ببخشی دیگه خدا میگه این بندم که بخشید دیگه، این بندم که بقیه رو بخشید، من چرا نبخشم؟ جوری خدا اینجوری، خیلی خدای خوبی دارد که اگه 40 پشت جنازه مؤمنی بگن اللهم لا نعلم منه الا خیرا، خدا برمیگرده میگه مؤمنین شما نمیدونید این چه کثافتیه که من میدونم، ولی عجز تو شهادت کنم، این شهادتتون رو قبول کردم، به این
آبرویی که هست اینجا خیلی با آبرو زیاده. آقا یه مادرهای بچه شیرده برای این جمع ما، برای ما کافی هن اصلا. اینا اگه دست به دعا بالا ببرن تمام کار. باید دستشون رو بوسید که اومدن. عجز تو شهادت کنم، شهادت شما رو قبول کردن. در روایت اگر دستی به سمت خدا بلند بشه، درد استحی الله ان یردها صفرن، خدا حیا میکنه اینو خالی برگردن. این همه دست بلند میشه خدا حیا میکنه اینو خالی برگردن این دست. برای همین گفتن این دست که بلند کردید الهی عفو کنید، عفو گفتید بکشید به سر صورتتون، بکشید به سر صورتتون. خدا چیز ریخته تو این دست. این داستان رو شنیدید، نادر وقتی برای فتح هند میرفت، وقتی که رفت برای فتح هند تو راه یه بچه ای رو دیده، یه کتاب رحلی زده زیر بغلش، ده بودو داره میره. وایسونش گفتش که پسر دارم کجا میری؟ گفتم میرم مکتب. گفتش که درس چی داری؟ گفت قرآن. گفت سوره چیه؟ گفت سوره فتح. این خیلی خوشحال شد، تفعول به خیر زد. سوره فتح. یه سکه گذاشت داد به این بچه. گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت آدی که برگردم مامانم میزنتم. میگه نه کجا دزدیدی؟ میگه بگو نادر داد. گفت بدتر میزنه منو. گفت چرا؟ میگه این نادر بده که یه سکه نمیده. نادر که یه سکه نمیده. نادر خوشش اومد و پایین گفت دامن تو بگیر. پر سکه کرد. شب 23 حضرت زهرا به خاطر کم نمیده که. او کم نمیذاره که. امام زمان کم نمیذاره که. کم هم تو نخوا. تو هم کم نخوا. ببخش. همه رو دعا کن. همه رو. آه خدا که چیزی کم نمیاد. آه خدا که چیزی کم نمیاد. شما همه رو دعا کن. اینجا اگه وایفای ها روشن باشه با این پهنای باند و اینایی که وجود داره میگیره. البته بستگی به اون ظرفیت اینترنت خودت هم داره. ولی فقط تو این وای فای روشن کن. ببین حضرت زهرا چیکار میکنه. این شب رو دست کم نگیرید و ذخیره بکنیم امشب رو برای سالمون. قول بدیم به خدا، قولم ندیم، بگیم ما که نمیتونیم که. الهی دارد که خود میگه ما کار حولان فانتقل بهی عن معصیتک، مال من که قدرتشو ندارم. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، اگه این تو جایی که خودت داری با محبت بیدار میکنی. قول که نه، نمیدونم چی بگم، قاطی کردم خودم. قول که نه، بگیم خدا هرچی میدونی دیگه، هرچی کرمه. دیدی به این چیزا میگه هرچی کرمت، میمونن تو رو دروازی اخلاق قویشون دیگه. و هرچی کرمت برای سال بعد. برای دیگه آقا من لم یغفر له فی شهر رمضان، لم یغفر له قابل الا یشهد عرفه. مگه این بره تو عرفات، بره تو عرفات، ببینیم کاری تو عرفات میکنه. حیفه امشب رو بیدار دل باشیم، شیشتون یه حواسم بدیم به امام زمان، به حضرت صدیقه طاهره. فقط هم بگیم غلط کردیم، هرچی کرمت، هرچی کرمت. یه سری قول هم میدیم دیگه، خدا داریم دروغ میگیم، این دروغ ها رو قبول کنیم. با حلوا دهنیم رو داریم شیرین میشه دیگه.
از ما قبول. یه صلواتی محمد بفرمایید. یه 5 دقیقه نکته ای هم بگم. آقا به عنوان بالاخره ناظر صحنه در این 5 ماه 50 بار فرمودن جهاد تبیین. اگر در 20 سال فرمودن فرزندآوری 50 بار، اینا رو شماره شده، در 5 ماه 50 بار فرمودن جهاد تبیین. فقط حالا کلمه جهاد تبیینش، بقیهش تازه هیچی، از جنگ روایت ها و کلمات مشابه. این یه وظیفه برای همه ما درست میکنه. در حکمرانی مردمی که لیقوم الناس بالقسطه، باید مردم بیان وسط برای بپا کردن قسط، نه اینکه قسط بپا شود. مردم باید این کار رو بکنن. حتی ایشان میفرمایند واجب، فریضه، فوری، قطعی. دیگه اگه ما نگیم ایشون رهبری به مرجع تقلیدم هست، دیگه اینجور گفتنش این وظیفه درست میکنه رفیق، به خصوص این برای بچه های پاکار. اولین جنگ های روایت ها، حتی ایشان میفرمایند که جنگ اقتصادی داریم، جنگ نظامی داریم، جنگ امنیتی داریم، اما مهمترین جنگی که درش شکست خواهیم خورد و شکست از این زاویه ما رو تحت میکنه، جهاد تبیینه، جنگ تبیینه، جنگ تبیینه، جنگ تبیین بر روی مبانی. اولین قرائت ها، اولین روایت ها، اولین تحلیل ها، شناخت درست صحنه و با شناخت درست صحنه تحلیل کردن، به جای یک زاویه بسته یک زاویه باز رو تحلیل کردن. مثل این کسایی که صحنه های فوتبال رو تحلیل میکنن، میبینید از بیرون میگه این یه مثلث خالیه، مثلا اینجا، اینجا از اینجا خوردن، مثلا وقتی که میدویدن خواستن آفساید رو فلان کنن، یه مثلث اینجوری رو. با دید باز، با مبانی، و این هم بدونید در حکمرانی مردمی آنچه که قرآن میگوید، کسانی که در مقابل دعوت‌های انقلاب‌ها می ایستند مردم نیستند. خوب دقت کنید، شما اگه خواستید یه موقع برید سوره مبارکه اعراف رو ببینید، نخبگانن، رسانهان، کارتلهای اقتصادیان. شما سوره اعراف رو ببینید، چند تا سوره داریم ما داستان پیغمبران رو مرتب گفته، یکی اعرافه، یکی هوده، یکی شعراست، یکی انبیاست. شما سوره اعراف رو ببینید، هی میگه ما فلان پیغمبر رو فرستادیم، گفت اینجوری، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، قال الملأ الذین کفروا من قوم، کی جوابشو داد؟ مردم. نخیر، ملأ. منتها جالبه تو همون آیات که اگه بخوایم نگاه بکنیم، فصل مشبعی است، میبینید دقیقا حرف اون رسانه‌ها میفته تو دهن مردم، حرف کارتل‌های اقتصادی میفته تو دهن مردم. ما فکر میکنیم خصوصی سازی میکنیم، خصوصی سازی نیست، این اختصاصی سازیه. فکر میکنیم از اینا میگیریم بدیم به مردم، نه، این وسط یه آدم قد بلندی هستن، از رسانه‌ها، از آدم‌های سیاسی، از اینا، اینا این وسط میگیرن توپو. و نکته جهاد تبیین این است که باید تبیین بشود برای نسل جوان، اونایی که قرآن بهشون میگه که شما صف اولی بودید، شما امت وسطید. امت وسط کارش اینه که لیکونه علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیده، لتکونه و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدن.
شما این وسط باید تبیین بکنید برای نسل بعدی، همون جوری که پیغمبر برای شما تبیین کرد. شما فضیلت صفحه اولی باید داشته باشید. همه نمازهای اون طرف بند به صفحه اوله، برای همین است که گفتن صفحه اول وایسید، جا داره بجنگید برای صفحه اول در نماز، چون که فضیلت بقیه نمازها به عهده کسایی هستند که تو صفحه اولن، خود که اونا به واسطه صفحه اول به امام وصلن. و اینی که کار سخت میشه تو جهاد طبیعی این است که یک عده رسانه، آدمهای سیاسی و اینها هستن که جهت‌دهی و خط‌دهی میکنن تمام افکار رو، تمام افکار دست اینا میفته. تو جهادهای طبیعی باید یه کاری کرد که اینها رو بشه دور زد. سختی داستانم هم همینه، یا این قله‌ها رو گرفت، از اونجا شروع کرد طبیعی کرد عالمانه با تمام موازین و مبانی، نه اینکه مثل یه سگ هار ولگرد بیقلاده همینجوری یک رسانه درست بکنیم بفرستیم تو. من یه موقعی عرضمو تمام میکنم، یه موقعی در همین دانشگاه دو سه سال پیش گفتم یه خطری وجود دارن، خطر دقیقاً فتنه عدالت خواهی. امروز دارم بهتون میگم یک فتنه‌ای وجود داره، تکون آمد نیوز داخلی به شدت خطرناکتر، پیچیده‌تر، که هدف زدن آدمای سیاسی نیست، بکش برو بالا. اون محل تصفیه حساب جناهاست با هم دیگه، و چون کسی هم نمیتونه کار داشته، میگن آقا این دیگه وسط صحنه است، این هدف زدن زید و عمرو نیست، برو بالا. و از آنجایی که سرمایه اجتماعی در مسئولین آمده از پایین، چون اینجوریه، و از آنجایی که به قول حضرت آیت الله حاج اسماعیل آقای دولابی، ایشون میفرمود که باغچه هر کی بیل بزنی یه دوتا کرم توش هست، حالا دخترشه، پسرشه، عروسشه، دامادشه، داداششه، تو باغچه همه کرم هست. همه یعنی همه آ، همه یعنی همه. و ان علمن دارم بهتون میگم، فتنه‌ای در شرف نزج است به نام آمد نیوز داخلی. اون دیگه بیرون نیست بگیری بزنی لتو پارش بکنی، سگ بیقلاده ایست که همه چیز رو میزنه، همه چیز رو میزنه دیگه. فکرم نکنید بنده در صدد توجیهم، نه، اون بنده خدا خوب است که به جای نیابتن خودش بیاد عذرخواهی بکنه از فعل بچهش، اما حواستون به تبیین رسانه‌ای باشد که رسانه اگر دست جریان جاهلی قرار بگیرد، این میشه یک سگ هار بیقلاده دیگه، بزنه همه رو میزنه دیگه، و اتفاقا بداند یا نداند همه رو خواهد زد. امروز دارم بیام، یادتون هست یه ها گفتم اون جریان جواب نمیده، من قرآن نمیخونم، بهتون این روز دارم بهتون بیام، این الان این جریان اصلا زدن این داستانهای چیز نیست، یه خورده میدان دید و وسیع کنید، او زدن بالاتر از این حرف هست. او قصد زدن بالاتر از این حرف ها رو کرده، یه آمد نیوز داخلیه. نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه. جهاد تبیین، سختی این جهاد تبیین خیلی وقتا به همین چیزاشه که شما رسانه ها میان این وسط، تمام افکار عمومی رو رسانه ها جهت میدن. تو زمان پیغمبرش هم همینجور بوده، برای همین است که جهاد تبیین اولویت داره و از سخت‌ترین جهادها است. خدا شب قدر دست ما رو تو دست امام زمان بذار و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.